این نیستش که امروز اگه گفتم بچه تو وسیلتو بده به اون به زور من با عذاب وجدان من این کارو کرد، بچه من رشد کرده، بچه من الان دیگه مراتب اخلاقی رو رفته بود. نه تو آسیبم داره خیلی این کارو. ببین یه مسئله‌ای که داریم اینه که بعضی وقتا مثلا مهمون میاد خونه ما و اون بچه، بچه اون مهمون با بچه میکنه و مشکل بیشتر گنده تر میشه. اما مهمون، والد مهمون از من این توقع داره که خب من مشکل حل بکنم دیگه، به بچه‌م تذکر بدم. خب چند تا مسئله زیبایی میزنه. یه موقعی من وارد میشم به عنوان والد و برای حل کردن این مسئله شروع میکنم تولید عذاب وجدان کردن. خب مامان جون، بابا جون، ببین اونم کوچولوئه، ببین اونم دوست داره، ببین آخه اینجوری، ببین اونجوری. خیلی هم احساس میکنم هیچ خشونتی تو کلامم نیست، ولی عذاب وجدان دادن خودش یه خشونت درست حسابیه. ما دست پایی میکنم خشونت فقط زدن تو گوش بچه هست، در حالی که نه، عذاب وجدان. آقا یه دقیقه بسیم این جمله خبر کنم. در حالی که نفس رفت. در حالی که عذاب وجدان دادن بخش مهمی از زندگی آینده بچه رو میگیره. یعنی این بچه برای اینکه بتونه فعالیتش برسه، بتونه زندگی کنه، نیاز به جذب انرژی داره، نیاز داره لذت داره از غذایی که میخوره، از تفریحش، از با بقیه بودنش. ولی همش تو اون لحظات دوچار عذاب وجدانه، نمیتونه لذت بره، اون وقت انرژی نداره از زندگیش، همش خسته است. من چندین مورد مشاوره داشتم. طرف میگه من میرم رستوران حالم بد میشه، میرم پیست اسکی حالم بد میشه، میره با دوستاش میره خوش، نمیتونه، حالش بد میشه. این چیه؟ مال عذاب وجدانه دوره کودک. بچه هر جا اومده لذت ببره، والد اینو همزمان کرده با حال بد، با عذاب وجدان. بعدم فهم کنم ما که کاری نکردیم. آره بعضی وقتا من دارم اخلاقیاتو پرورش میدم. من نه، اخلاقیات اوکی، من با عذاب وجدان نمیتونم اخلاقیات پرورش بدم تو بچه. خب پس این یکی از راه حله که ما عموما میریم و شروع میکنیم با عذاب وجدان. آه اون کوچولو، این کشی، من اینقدر برای تو زحمت کشیدم، من این کارو کردم، تو اون کارو نکنیم. اینا هم جزو خشونته. خشونت فقط زدن تو گوش بچه نیست. من بعضی وقتا دیدم که میگن که حالا که من دارم یه امتیاز میدم بهش، مثلا آوردمش فلان جا خوش بگذره، یه امتیازم ازش بگیرم و این عذاب وجدان رو اون انگار امتیاز گرفتن است. مثلا میگه که حالا که من دارم واسه تو بستنی میخرم، تو هم مؤدب باش. اون بده بستونه. خب عذاب وجدان نیست. خب ولی مثلا عذاب وجدان چجوریه؟ من که این غذای خوشمزه رو برای تو درست کردم، تو آخه نباید وسایلتو جمع کنی؟ این لحن عذاب وجدان دادن قشنگ. خب و چقدر شایعه. من به قربان همه مادران ایرانی برم که استاد این فن. مرد ها بیشتر استاد اون یکی فن خشونت. حالا ما شاخ کار تموم میکنیم. خب پس مرحله اول عذاب وجدان نباید بدیم. دوم مرحله دوم که ما معمولا مداخله میکنیم چجوریه؟ با تهدید کردنه. اگه این کار نکنی میرن ها، اگه این کار نکنی دوستت ندارن ها، من دیگه دوستت ندارم ها. ببین من برو وارد میشم شروع کنم یه سری تهدید انجام دادن. سلام علیکم. سلام. 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 پس مرحله دوم ما دسته داریم تهدید انجام میدیم. خب و داریم چی کار میکنیم؟ ناامنی ایجاد میکنیم که رجوع اهمیت امنیت خیلی صحبت کردیم و من میخواهم اینجوری مسئلم رو حل کنم، درسته؟ آقا وایسی من جمله هم جمعه نیکنم، نمیکشم دوباره نفس رو. آقا شما ورزش رو توی برنامه زندگیتون بزنید. من تقریبا در 12 روز شروع کردم دوباره ورزش، ولی خب هنوز زوده. خب پس این تهدیده پایه های من، مسئله شما حل میشه هم با عذاب وجدانه، خصوصا اگه هنوز کودکه، مسئله شما رو حل میکنه. تهدید و ناامنی و اینا مسئله شما رو امروزتون حل میکنه.
ولی آینده بچه‌ها شخصیتش رو داره آسیب میزنه. من حق ندارم امنیت بچه‌ها رو مختل کنم. نه، اگه اینجوری کنی دیگه مامانت نمیشم، دیگه دوستت ندارم، دیگه نمیایم اینجا. خب پس اینم دوباره یه راه حل غلطه که من میخوام چالنج بین دو تا بچه رو حل کنم. من والد میام وسط و عقاب بازی میخوام با ناامنی ایجاد کردن باج بگیرم، امتیاز بگیرم، مسئله حل شه. پس اولی شدش عذاب وجدان، دومی شدش ناامنی، بعدی کار دیگه ای که معمولا ما انجام میدیم باج دادنه. گلم تو اینو بده، من میبرمت پارک، میریم خونه فلانی، من برات فلان چیزی که دوست داشتی و برات میخرم. خب باج دادن، خب به هر شکلی جایزه دادن، یا حواس بچه رو پرت کردن مثلا، یا مثلا یه آفر جذاب تر دادن، مثلا الان میخواییم برگردیم از خونه فلانی فلانی فلانی، مثلا ما هم بزرگی بچه میخواییم بریم خونه، میتونیم بچه ها مقاومت بکنیم. چی میگی؟ اگه بیای بریم میریم بستنی خوشمزه رو میخریم ها. دقیقا رو بارو خوشگله وایستادی. یاد اون دو چرخه رو برات بخرم، تبلت رو برات بخرم. خب پس بده، من دارم میگم بده اتفاقا. خب یه جاهایی بله، ولی ما تو زندگی، متن زندگی و پرورش کودک کارگر ما نیست که با پول دادن و باج دادن
میخوایم اینو رشد بدیم، اون چیزی که میخوایم انجام بدیم. پس اگر بچه من یاد گرفت که اسباب بازیشو بده که فلان چیز برسه، معامله گری، پس ارزش اخلاقی من اولین نفری هستم که برم درش میکشم. من تا مخالف باج دادنم میت مسئله شما رو حل میکنه، ولی ساختار و شخصیت بچه شما هم داره دوچار آسیب میکنه. خب بچه باج بگیر داره باز هر چی ارزش ارزش چیه؟ من اینو میدی انجام بده، چرا باید ایثار کنم؟ چرا باید انفاق کنم؟ چرا باید مسئولیت پذیر باشم؟ نه، پولشو بدید انجام میده. پس شما دارید پای اخلاقو میکشید. چرا؟ چون میخواید الان این دو تا کودک دعواشون نشه ما به مهمونی اون برسیم. پس این باج دادنه من که خیلی مخالف میشم. من گفتم یه راه حل کار میکنه، بله کار میکنه، مسئله شما رو امشب توی مهمونی حل میکنه، ولی شخصیت کودک شما نه، آسیب میزنه، پدرش هم در میاره. خب حالش شاید میگه آقا خب چیکار کنه؟
بچه من رشد کرده، بچه من الان دیگه مراتب اخلاقی رو رفته بود. نه تو آسیب هم داره خیلی این کاری که میکنیم که اولش صحبت کردیم. اوکی خیلی هم عالی، مرسی. یه دوره دیگه بزنیم. چه هم ترسناکی بچه هاش ها. آره مخصوصا اینجا هاش. Oh, boy.